امام زمان در زیارت نامه ای که انشا و سروده خود حضرت است، لابد روزای جمعه میخوانی سلام علی آل یاسین. انشا و سروده خود حضرت است، فرمود هرگاه خواستی توجه کنید از ما به سوی خدا، بگید همینطور که خدا فرموده سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. او وقت یه فرازش اینه میگه السلام علیک حین تقرأ و تبین. آقای امام زمان سلام الله علیه اصحاب داره، زمان حضور و وجود امام زمان نماز جمعه واجبه، آقا هر هفته نماز جمعه میخونه. وقت 40 نفرند اوتادن، اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ، اینا سنگر و لنگر زمینن، دور آقا هستن 40 نفر، 40 نفر یا 30 نفر هم ابدال دارن، یعنی مؤمنینی هستن در فاز تقوا و عبادت و عمل صالح، در بین امتن، در بین ملتن. این وقتی یه نفر از اصحاب آقا از دنیا میره، او جایگزین میشه، او جایگزین میشه. یکی از مسائلی که راجع به امام زمان سلام الله علیه هست، در زیارتنامه آقا میخونی السلام علیک و علی اهل بیتک و علی عترتک. عرصبت بنید که در زیارت هایی که امام زمان در مفاتیح چند تا زیارت مرحوم آشخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه برای امام زمان نقل کرده است، چند تا هستان، یکیش همینه. کتاب بخوند آقا جون من، همین آقای قاضی زاهدی سلمه الله تعالی، خدا انشالله عافیتش بده، کسالت داره ایشون، عرصبت بر این که در همین کتاب سجل داره به نام شیفتگان، سجل کتاب برای امام زمان نوشته است، شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام. این کتاب همه چیز راجع به امام زمان خیلی قشنگ توش هست. مرحوم آیت الله اسمم کاظم قزوینی خدا رحمتش کنه، ایشون فرمودن، من خودم ازش شنیدم، فرمودن که آشق عبدالزهرا کعبی رضوان الله علیه، گوش کن چی میگم جوون، مرحوم آشق عبدالزهرا کعبی از مفاخر، واقعا از مفاخر فاز منبره، از خطبای بزرگه، همونی که روز عاشورا 3 ساعت مقتل کربلا میخونه نوارش هست. روز ولادت فاطمه زهرا به دنیا اومد، مادرش اسمش گذاشت عبدالزهرا، باباش حالا یا مادرش، روز شهادت فاطمه زهرا از دنیا رفت. فرمود بود شنیده بودم که یک قصیده است قرا، قصیده است قرا، خیلی قرا و غریب و عجیب، شیخ صالح ابن العرند است، 103 بیت این 103 بیت عربیه، هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خوانده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتابو تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین، این فیلم اینا را خاموش کن، یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یه عاشورا بخون، مناجات کن، نماز شب بخون، روزش دعانده بخون، یه خورده با آقا حال کن، عصرش بعد از ظهر یه خورده با صفا، یه روز دو سه روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ نه، غیبت نه، چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصری باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه های بیرون از شهر، دستگیر رو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدا یا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را ندیدی به زندان مرده، من لعنت کنم شو، بگو خدا لعنت کنه احمدی، رفتم و نشد. چی میگی؟ خواب و خورت ز مرحله عشق دور کرد، آنگه رسید به دوست که بی خواب و خور شد. اما نمیکنیم که، اما نمیکنیم که، نمیکنیم که، نمیکنیم که. یکی از وظایف شیعه برای فرجش امام زمان فرمود دعا کنید برای فرجم، فإن فیه فرجکم، دعا کنید برای فرج من، دعا برای فرج امام زمان، فرج خود شماست بابا جون. اگه امام زمان ظاهر بشه و فرج بشه که دیگه فرج ما خود یه گفتن نداره، نه بابا، این نیست معناش. دعا کن برای فرج یعنی اگر گرفتاری، اگر کاسبیت نمیشه، اگر مالت اداره نمیشه، اگر زندگیت اداره نمیشه، اگر مریضت خوب نمیشه، اگر عروست کزا، پسرت کزا، دخترت کزا، دومادت کزا، مالت کزا، چکت کزا، کسبت کزا، مریضیت کزا، گرفتاری چی چیه؟ حدیث بارا من رو منبر خوندم، حتما همه ماهوارم دارید گوش کرده این حدیث قدسیست، گوش کن چی میگم. رسول اکرم فرمود خدا منان شب، حدیث قدسی است، خدا فرمود یا احمد به امتت بگو من احدث ولم یتوضا فقط جفانی، هر کسی از دستشوی بیاد بیرون از خواب پاشه وضو نگیره محضر من بی وضو باشه، بی مهری کرده، جفا کرده. چرا محضر خدا بی وضویی؟ دائم با وضو بودن عمر طولانی میکنه، رزق واسه میکنه، دل نورانی میکنه، دائم با وضو باش. اگر وضو بگیره دو رکعت نماز نخونه به من جفا کرده، اگر بخونه و چیزی از من نخواد به من جفا کرده، اگر
وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، چیزی از من بخواد، اگر من بهشنم بهش جفا کردم، من پروردگار جفاکار نیستم. بابا جون شد تا حالا صبح از خواب پاشی صبح جمعه وضو به دستوی بیای وضو بگیر دو رکعت نماز بخونه بگی اللهم عجل لبلک الفرج کردی تا حالا؟ چقدر خدایم، چقدر خاتم الانبیا، چقدر امامان ما، چقدر خود امام زمان، چقدر بزرگان ما وظیفه داریم بابا جون من. کتاب کمال الدین را بخر بخون، عقلی و نقلی زمین نمی شود خالص حجت الله باشه. امام زمان سلام الله علیه امام خاکیست، بشر خاکیست، روح مطهرش و امامتش خلقکم الله انوارنه و الا جسمش قل انما انا بشر مثلكم بشر. امام امیرالمومنین مریض میشد، امام صادق حدیث داریم مریض میشد، فرمود حدیث داریم به امام صادق وارد شد، دید نشسته آب میزنه به تشت، آب دست میزنه به تشت آب میریزه، میگه یا فاطمه. آقا چیکار میکنی؟ فرمود وقتی مریض میشیم با آب و یا فاطمه شفا از خدا میگیریم. امام صادق، امام حسن، امام حسین مریض شدن، مولا امیر سلام الله علیه فاطمه زهرا علیها سلام الله نذر کردن برای شفاشون، روزه بگیرن، روزه گرفتن و یطعمون الطعام علی حب مسکین و یطعمون اسیرا، سوره هل اتا نازل شد. پیغمبر مریض میشد، ائمه مریض میشد، امیرالمومنین چشم درد گرفته بود در فتح خیبر. فراوره باید ما داریم. امام زمان هم بشر خاکیه. این برای سلامتی صدقه داده ای تالا میدیم، وظیفه داریم برای سلامتیش دعا که اللهم کل ولی یک، این دعایی که دستوره بخوانید در قنوت نمازتون. خوشبختانه امروز حرف جوری نیست دنیا که آدم بتونه چیزی همجور گزاف بگه و بره، هرچی میگی زبط است و ماهواره و همه دنیا میشنون. رفقای ما که حاضر بودند در درس مرحومات الله بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه این عالم ربانی منور معطر زیبای قشنگ، واقعا نیست مثلش و نبود این مرد بزرگوار. شاگردای آقا که هر شب نماز آقا بودیم همه زنده اند الان تو قومن، همه هستن. بعد از ما سفر بیا پلو دونه دونهشون میبرمه. قنوت نمازش دعاهای مخصوصی بود، یهودیم حالا رها کرده هر چی میاد برای اللهم کل ولی یک. یکی از شاگردای آقا گفت آقا جون چی شده؟ فرمود یک کسی محضر امام زمان مشرف شده، آقا فرمودند برو به اسد رضا بگو تو قنوت نمازت برام دعا کن. میکنی یا اصل نمازمون ولالله کفو انا حدا و صلی الله علیه. کجا میخوای بدوی وقت میگه آقا چرا کسب برکت نداره؟ خب نماز نبود خوندی تو که برکت داشت؟ یه نماز نبود خوند. فاطمه زهرا فرمود پیغمبر اکرم فرمود من تهاون به صلات ابتلاه الله به خمس عش خصله، هر کسی بلیه یا بلا، هر کسی نماز رو تحقیرش کنه سبکش کنه 15 بلا، یکیش برکت از مالش میره، برکت از عمرش میره. شد بعد از نمازت، حدیث داریم در کتاب شریف کافیست، کتاب صلات کافیست، در تعقیبات وسائل الشیعه شیخ عامر رضوان الله علیه فرمودن قال حدیث صحیح هست، قال الصادق علیه السلام من ادا فریضه من فرائض الله فله عند الله دعوه المستجابه. امام صادق فرمود اگر کسی مواظب بود نماز وضو قشنگ، وقت قشنگ، قرائت قشنگ، توبه قشنگ، ترتیب قشنگ، آدموار قشنگ، بابا یه نماز قشنگ بخونید رکعت، یه نماز قشنگ بخونید سه رکعتیش 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اینقدر عجله نکن بابا. کجا میخوای بری واسی تو صفه گرفتن یارانه یه ساعت وامیسته، تو صفه کوپن کزا یه ساعت وامیسته، تو صفه نونوای چقدر وامیسته، تو صفه بانک ملی بال یه چک گرفتن و پاس کردن یه ساعت وامیسته، به نماز که میرسه همه عجلاش مال نمازه. یه نماز قشنگ بخون. امام صادق فرمود کسی اگر نمازش را قشنگ بخونه یه دعای مستجاب پهلو خدا از خدا طلب کار میشه، طلب خدا میشه. اینم عربی شو که خوندم من ادا فریضه من فرائض الله فله عند الله دعوه المستجابه، یه دعا مستجاب، خدا میگه یه چیز از من طلب کار شده همون را بدم، بگو چی بدم؟ خب بگو اللهم عجل و وقفی فرج کن. شما اگر دخترت مشکل داره، پسرت مشکل داره، دومادت مشکل داره، شغلت مشکل داره، مریضی داری، زنت مریضه، دیسکت زده بیرون، مالت، کسبت، کارت، شغلت، چشمت، گوشت، معدت، رودت، قندت، اورت، پورت و و و و و اینا رو بذار کنار، بگو اللهم عجل لولی کل فرج فان فیه فرجکم. امام زمان نام عملو میبینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اعملوا فسیر الله عملکم ورسوله والمؤمنون. اون مؤمنی که عمل شما رو مثل خدا و پیغمبر میبینه کیه؟ اون سوره توبه آیه 105. اون مؤمنی که مثل خدا و پیغمبر عملو میبینه کیه؟ اون منم یا شمایی؟ چون نمیبینیم پس او میبینه. فان نفی فرجکم یعنی وا شدن گره های زندگی دا میخوای یا نه؟ بعد از هر نمازی اللهم عجل، تو قنوت نمازه، دعای سجده آخرت اللهم عجل لولی یک الفرج، فرج تو مدن میکنی میکنن اصلا به یادش هستی. شد گرفتاری بشیم راه بابا، خوب فراور راه، راه همینه، راه همینه. نکنه خانه گفتم خدایا تو شاهد باش من گفتم دیگه، حجت روز قیامت نداری ها. خانه شیعه امام زمان خانه نباشه، کمال الدین شیخ صدوق توش نباشه، به
شیخر بخون ببین چقدر بر راجب امام زمان است. شیخ صدوق رضوان الله علیه همین مرد بزرگوار به سند صحیح دارم میگم زد میشه ماهواره پخش میشه، با جوابگو باشم، به سند صحیح، سندی که فقها بهش فتوا میدن میگن حکم خداست، اینجوری سند صحیح. فرمود خاتم الانبیا، امام صادق فرمود خاتم الانبیا فرمود افضل اعمال امت من انتظار فرجه، افضل اعمال امت من انتظار فرجه، همونی که از به خطور نمیکنه که عادت یا قایم است. امام صادق فرمود به ابی الغریب به ابل الغریب الوحید الطلید الشرید، بابام قربونم آقای که یک چو تنها تو بیابون آواره است. امام صادق فرمود همین کتابه، فرمود لو ادرکت او لخدمت او ایام حیاتی، اگر پسرم مهدی یا زمانش درک میکردم تا زنده بودم خدمتش میکردم. امام صادق فرموده رئیس مذهب حق، رئیس شیعه، روحی له الفدا سلام الله علیه. همیاش عباس قمی رحمه الله در آخره جلد دویم منتهی الامال، منتهی الامال داری خونن یون احمدی بخیر کتاب خون، آخرش وقتی میرسه به اسماء امام زمان سلام الله علیه آخر جلد دویم، چون تاریخ 14 معصومه، آخرش یه حدیث نقل میکند که محضر مبارک امام رضا سلام الله علیه نام مبارک امام زمان برده شد. امام رضا، امام جواد دنیا نیومد، امام هادی، امام حسکری تا امام زمان، سند قبل از 200، امام زمان سال 255 یا 56، 50 سال قبل از ولادت امام زمان یا شاید هم بیشتر، چون دیگه نیست چه سالی بود تو حدیث نیست، چه اقلا 50 سال قبله، چون امام زمان 53 سال بعد از شهادت امام رضا به دنیا اومده، اقلا 55 سال قبل از ولادت امام زمان نام امام زمان محضر امام رضا برده شد. امام رضا از جا بلند شد ایستاد دست و سر و تعظیم، یعنی شیعه زمان غیبت، یعنی شیعه از امام زمان اینجوری احترام کن، میدونی چرا؟ کی میدونه چرا؟ فرمودن که به خاطر اینکه هر کجا نام آقا برده شود آقا به اون مجلس نگاه میکرد، اخترن ورد یاد من دارم، اینجوری آقا اشراف داره به عالم. شیخ مفید اون فتوا رو آقا کمکش میکنه، محمد ابن عیسی در بحرین اونجوری میشه آقا کمکش میکنه، میگه یکی و دو تاست، میگه 10 تا 100 تاست، میگه 1000 تا 10000 تا 100000 تاست، روزی نیست، روزی نیست، لحظه ای نیست که عنایتش برداشته بشه. اگر آنی کند نازی به هم ریزن قالوا بخود، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. حدیث صحیح اصول کافی عربی جلد اول، کمال الدین شیخ صدوق، شیخ مفید، تمام اعاظم شیخ طوسی، تمام اعاظم و مفاخر مکتب حق تشیع، روحی له الفدا، جونم قربون مذهبم، خدا رزقم کنه، نصیبم کنه، خدا بهم قابلیت بده فدای اجدادم بشم و مکتب و مذهبشون، همه نوشتن. اگر حجت الله رو زمین نباشه زمین الجا فرو میبره، حیاتت، نفست، زنده موندنت، رزقت، ناشتای نهار شامت، زن و بچت، همه از امام زمان است، تو داری معصیت از آقا داری میگیری، به آقا خنجر میزنی. خب من بچه فرق کردم با شمر، شمرم حیاتی از امام زمان گرفته بود، از امام حسین گرفته بود، داشت آقا را میبری مثل که اون کسی که رو شاخه نشسته پا خودشو داره میبره، میفهمی؟ مهدیه داری چنیدم، الحمدلله جای خوبی است، الحمدلله صبح جمعه رو نقش بدی، صبح جمعه اون جوونی عاشقه، پاشو بیا قم مجمع عاشقان بقیه، صبح جمعه چه خبره، را بندازید بابا، آقایون اهل علم زیست را بندازید، مردم با گفتن داستان ها تشرف عنایت امام زمان شائق کنید، مشتاق کنید که صبح جمعه نماز صبح که میخونه بگه پاشم برم ببینم کجا دارن میگن لیت شعری عین استقرت بکن نبا، لیت شعری عین استقرت بکن نبا، کاش که میدونستم کجایی بیام سراغت، داونود به بخونه، آل یاسین بخونه، اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور، منزل التوراة والانجیل والزبور و رب الظل والحرور، اللهم ان حول بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاغرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، اللهم ارن طلعة الرشيد، اجي بدون چقدر قشنگ ندیده نرفته نچشیده، والله العلي العظيم صيغه قسمه، اگر خلاف بگم کفاره بهم واجب میشه، اگر خلاف بگم کافر میمیرم، والله العلی العظیم عالم زیباتر از مهدی نداره، نرفته ای نچشیده ای، چرا راه نمیفتی، چرا تنهاش گذاشته ای، نمیدونی چقدر قشنگه، راه نرفته ای نرفته ای، ندیده ای که چجور نوازشت میکنه، جیگرت حال میاد، ندیده ای حتی عاشق عشق مجازی هم نشده شما، چه حقیقی. اگر بچه از مدرسه دیر بیاد، پیغمبر اکرم فرمود ایمان به خدا و من نیاورده است،
کسی که منو بیش از خودش نخواد، بچه ها منو بیش از بچه ها خودش نخواد. بچه ساعت چند از مدرسه میاد؟ 12. ساعت 1 شد، یاسر نیمد، حامد نیمد، اخرامی زنش، حالا اگه چادر باشه، چادرگم نباشه، مانتو، مانتو هم که آب رفته کوتاه، میدوه. تلفن مدرسه، بچه ما نیمد. بچه شما بر تعطیل شد، معلم ها رفتن، بچه ها رفتن، کسی مدرسه نیست. کلانتری نه، بیمارستان نه، این کوچه اون کوچه. آقا نه شلوار میفهمه، نه جوراب میفهمه، نه کف میفهمه، نه ماشین میفهمه. بدومه تو کجا بچم، کجا بچم. اما شب میشه، صبح میشه، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، امام زمانت کجاست؟ با کی نیست؟ باباش رفته مکه با مامانش، باباش و مامانش رفتن مکه. کی برمیگردن؟ امشب ساعت 10 پروازشون، فرودگاه میشن زمین. یک هفته زودتر فرشا را میدن، قالی شویی میشوره، پتوها را ملافاشا میکنن میدن میشوره، دیوارا را رنگ میکنن، شیشه ها را پاک میکنن، لباسا را میدن اتو شویی میشورن، اتو میکنن، ریشه را ستیغه میکنن، سنگ مرمرش میکنن، فکولا را با میدارن، اسفند، زغال، گوسفند میخرن. قصاب ساعت 10 هواپیما میشینه، تا میاد بیاد بیرون، بیاد خونه 11:30 است. ساعت 12 باید با گوسفند و کار در خونه ما باشی، جلو بابام گوسفند سر ببری. بابا مامانه حیات تمیزه، در خونه را میشورن، خونه را میشورن، شیرینی میخرن، میوه میخرن، میوه را میشورن، تالار خبر میکنن، رزرو میکنن، کار چاپ میکنن، شام سفارش میدن، دعوت میکنن، آتیش درست میکنن، گل درست میکنن. ساعت 10 بابا میشینه، تا ساعت 8 میره فرودگاه. بابا دو ساعت نه، یه ماشین بچر میشه، یه ماشین خراب میشه، تو ترافیک گیر میکنین، هر چی سلام و هر چی زار میاد، یه دست گلم دستشه، هی نگاه میکنه، هی سرک میکشه، ببینه بابا اومد یا نه. اینا مگن منتظر هستی؟ چطور آقا؟ او وقت ساعت 10 بابات میخواد هوا پمش بشینه، میخواد بری بیاریش، میشینی فیلم ببینی؟ یا نه؟ او وقت خانومه هم چادر سرش، بابا حاجی از مکه بیاد با ماشین میاد تو خونه، اما قرار نداره، میدوه در خونه، یعنی گاه بابا اگه بیاد میاد آرام ندار. اینا میگن منتظر. اگه اینجور شدی خودش میاد، اگه اینجور شدی خودش میاد، اما تا اینجور نشی به دلت بمانه که ببین. فرمود هر کسی امام زمان را میبینه وقتی ظاهر میشه میگه اینه. اینا خب من خیلی دیده بودم. امام زمان چطور میشود؟ هزار و تو همه کتاب شیخ صدوق هست، دارم کد بهت میدم که را بیفتی. خودت خود دیگه 60 سال به بالا ها ازت گذشت، جوونات را دریابی. طول عمر امام زمان شیخ صدوق رضوان الله علیه در همین کتاب شلیم کمال الدین یه باب باز کرده است به نام باب المعمرین، کسانی که طول عمر داشتن. امام زمان 1170 خورده سال عمرش میگذره، هنوز جوون 40 ساله، چطور میشه چیزی؟ آدم 970 سال عمر کرد، 9500 سال عمر کرد، کی میشمره؟ سلمان فارسی وقتی از دنیا رفت 500 سالش بود، سلمان فارسی موقعی که مرد 500 سالش بود. همین تو همین کتابه، چیز خیلی است بابا. میگه یه ده محرم چه غمش حرف زد، میگه یه منبر رو توی اسرائیل چه غمش حرف زد. بابا چاواد خودش آب داشته باشه، خودتو کار کنید بابا. یکی از حرفای که امین وهابیون ملعون خزلهم الله به حق فاطمه، خدایا به اشک زینب قسمت نم وهابیا رو بر بینداز. ای خدایی که بنی امیه و بنی عباس و برمکیا را برانداختی، به سوز جگر زینب کنار قتلگاه وهابیا رو بر بینداز بابا. شرش رو کوتاکو از سرمون، خدا مردیم. امام زمان 1170 سال، حالا که من یهو میبینی 20000 سال دیگه میاد بابا، خدا نکنه. چطور میشه باب المعمری باز کرده است؟ چطور میشود امام زمان؟ این که میگم امام زمان در قرآن، گوش کن جوون، سوال ده گوش کن، نمیدونم خواه هست یا نه، سوالا میکنه میره، هستی یا نه نمیدونم، هستی یا نیستی گوش کن، شما گوش کن. امام زمان در قرآن المحجه که گفتم دیشب، سید بحرانی ها، المحجه دوتاست، یکی ابن طاووس یکی بحرانی، المحجه سید بحرانی. امام زمان در قرآن چطور میشود امام زمان 1200 سال تا حالا، ندی کمتر، 1170 خورده سال عمر شریفشونه، انشالله به حق مادرش زهرا همین حالا خدا فرجا اصلاح کنه. خدایا به آبروی مهدی بقیه زمان غیبت به مادرش زهرا و عمش رقیه ببخش. خدا شیعه را با فرجش از غم و هم و کرب و گرفتار نجات بده. دعا کنید آقا، به خدا کن، ازش غافل نباشید، گوش کن. خدای منان در قرآن کریم داستان یک پیغمبری را بیان میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذنون اذ ذهب فظن ان لن نقدر علیه. ذنون کیه؟ یونس. یونس پیغمبر هر چی دعوت به توحید کرد
این قوم زیر بار نرفتن. از شهر نفرین کرد، آثار بلا و عذاب که نازل شد از شهر رفت بیرون. و ذنون از ذهب مغاظبا، در حال غضب رفت. چرا حدیث داری بین سلاتن؟ گوش کن جوون، گوش کن جوون، فرمایشات اهل بیت فرمایشات خداست. خدا لطیف و دقیق حرف میزنه. چرا مستحب است زن و مرد بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نماز قفیله بخون؟ فرمود هر حاجتی داشته باشی مستجاب میشی، مستجاب میشه. رمزش اینجاست، رمزش اینه. گوش کن که از فردا شب بگی نه تا حالا نمیخونده ای، از فردا شب بخون. رمزشو گوش کن، رمزو گوش کن. رف سوار بر کشتی رو دریا بره. یک نهنگ، حوت، ماهی بزرگ که میگن اومد جلو نمیذاره کشتی بره. اینا قرعه زدن که کیا بدن طعمه این جونور بره تا بتونن برن. قرعه افتاد به نام یونو، یونسا گرفتن داخل تو دریا. فلتقمه الحوت و هو ملیم، آیه قرآنه، فلتقمه الحوت و هو ملیم. در حالی که یونس خودش ملامت میکرد که چرا من قوم رها کردم و از شهر که رفت بیرون قوم یونس دیدن عذاب داره نازل میشه، همه توبه کردن، خدا عذابو برداشت. در به در دنبال یونس میگشتن، میگن ما غلط کردیم، برگرد درستش کن. یونس نبود. نباید خالی کنه بره، نباید خالی کنه بره، نباید خالی کنه. فهمید و هو ملیم، ملیم از ملامته، کجا ملامت میمونه؟ چرا این کارو کردن؟ قرآن میفرماید که وقتی رفت تو دهن ماهی، و ذنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات. تو سه تا تاریکی، تاریکی شکم ماهی، تاریکی ته دریا، تاریکی شب، سه شبان روز تو دریا میچرخید ماهی. ما اگه بودیم، نه بابا، اگر اعجاز خدای منان، الله حفیظ علیم، حفظ خدای منان اگر نبود، به سه سود خفه میشود. نمیشه ماهی آده ما ببلعه، دهنا ببنده، بره ته دریا، خفه نمیشه آدم، به سه سود خفه میشه. سه شبان روز یونس تو دل ماهی زنده، ماهی هم تو دل دریا میچرخید. اینم هی میگفت لا اله الا انت سبحانك ان من الظالم. سه شبان روز گفت تا فاستجبنا له و نجیناه من الغم. کسی اگر غم و غصه و گرفتاری داره، شب هزار بار یا هرچی میتونی اینا بگو، 40 شب اثر ظاهر میشه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالم. حدیث داری ما، تفسیر برهانا ببینید، هر کسی ذکر یونسی را برای غم و کم و کرب و هم و گرفتاری بگه، هر چی هم میتونی بگو تا برطرف بشه بابا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خدای منان تو قرآن میفرماید لو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر نبود که یونس تو دل ماهی گفت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، تا روز قیامت ماهی زنده، یونس زنده، تو دریا میچرخه. آیه قرآنه. خدا چقدر قشنگه. زن کافرا عاشق یوسفا از شدت عشق و هیجان آلوده میشه، آبروشو حفظ میکنه. الله اکبر، الله، 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 الله اکبر. اون وقت امام زمان که ظاهر میشود، یه صلوات بفرست. امام زمان که ظاهر میشود، تکیه میدهد به کعبه معظمه، فریاد میزند هر که میخواهد آدم را ببیند، هر که میخواهد نوح را ببیند، هر که میخواهد ابراهیم ببیند، هر که میخواهد موسی و عیسی ببیند، هر که میخواد خاتم الانبیا ببیند، هر که میخواد علی ببیند، هر که میخواد عباس ببیند، هر که میخواد امام رضا ببیند، هر که میخواد امام حسین ببیند، هر که میخواد امام حسن ببیند، هر که میخواد آبا و اجداد آن که میدارن تو تنها داری، هر که میخواد اینا را ببینه بیاد منا ببین. نرفته ای، نچشیده ای، ندیده ای، نخورده ای، حلوای تن تلانیست تا نخوری ندانیست تا نخ... دیگه راد انداختم. ببین آقا جونم، مادر یا بابا وقتی میخوان بچه را را بندازن، دست بچه را میگیره، میگه بابا جون تا 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 تا، دو سه قدم که میاد انگوش از دست بچه میکشه بیرون، میگه بغل 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 تا تا را بیوف. کتاب امام زمان، مهدیه، صبح جمعه، دعا ندبه، هیئت امام زمان، هیئت عالی یاسین، عصر جمعه، زیارت عالی یاسین، دعای عهد، دعای فرج، دعا ندبه، صدقه برای سلامتیش،
اما مردم، اما مردم، اما مردم، اما مردم، به خدا قسم هر کی دیدستش میگه آگریه میکرد. به خدا قسم هر کی آقا را دیده آگریه میکرد. مرهم باش برای قصادلش، به وظیفت عمل کن، به یادش باش، به یادش باش.